ریکورد اینجا را صورت بگیره. خب امروز جلسه هشتم یا نهم فکر کنم نهم باشه، فکر میکنم امروز جلسه نهم هشتمه. آره خب ما امروز میرسیم به چپتر 4. اون چپتر قبلی ازش سوالی ندارین راجع به اون؟ حتی تمرینش رو حل کنید، بعد اون تمرین رو یه بار یادم بندازید، من خودم هم حتما واسهتون یه بار تمرین رو حل بکنم، که چون قطعا با توجه به که سوالا رندومه احتمالا نصفتون اون تمرین رو بهتون میفته. خب ما امروز میخوایم راجع به یک مبحث بسیار مهمی در سیستم‌های سلولی و در سیستم‌های کلن ارتباطات بیسیم صحبت کنیم. ارتباطات بیسیم، شما میدونید که ارتباط بیسیم از طریق هواه و توی هوا ما اصطلاحاً انتشار سیگنال در هوا رو بهش میگیم پروپاگیشن، انتشار موبایل رادیو پروپاگیشن، انتشار امواج رادیویی موبایل یا متحرک هم بعضی وقتا معنی میکنم. کلن بحث انتشار، مبحث انتشار کارش چیه؟ میخواید این بالا ترجمهشو بگم که بنویسید. میگه بحث انتشار یک مدل هایی رو ارائه میکنه، ما یک سری مدل هایی توی مبحث انتشار بهمون ارائه میشه که شما میتونید توان دریافتی رو توی گیرنده حدس بزنید، تخمین بزنید و بتونید سیستم های گیرنده، سیستم های کانال، سیستم های ارسال کننده است با توجه به این توان دریافتیتون تنظیم کنید و بچینید. خب این توسط روش های آماری انجام میشه، یعنی این مدل سازی کانال بیشتر توسط روش های آماری انجام میشه. ببینید بچه ها، ما یک سری روشی داریم که میتونیم خب تلفات هوا رو حساب کنیم، بگیم اینقدر تلفات داره هوا ایجاد میکنه، ولی یه موضوعی که وجود داره اینه که همه جا شبیه هم نیست، شما کل شهرتون رو شبیه هم نساختی، 4 تا اثر خونه هست، 4 تا نمیدونم یه جا درختش بیشتره، 2 تا درخت شبیه هم نیستن. پس این که ما بیایم بگیم که ما واسه هر منطقه بشینیم دقیق دونه دونه حساب کنیم، نوع درخت رو در بیاریم بدیم به کامپیوتر نوع درخت رو آنالیز کنه ببینه چند تا برگ داره، با توجه چون میدونید تمام این برگام روی انتشار سیگنال ما تاثیر دارن، بعد بریم این ساختمون رو ببینیم خب این ساختمون از چه موادی ساخته شده، آیا این بیمارستان سرب داره، آیا این بیمارستان اتاق عمل داره که نباید وارد، اصلا شدنی نیست. خب پس ما مجبوریم بیام از یک سری روش‌های استاتیستیکال یا چی، یا یک سری روش‌های آماری استفاده بکنیم تا بتونیم اون مشخصات انتشار رو میجر کنیم. من 4 تا دونه اصطلاح یادتون بدم به دردتون می‌خورم، بذارین اینو در بیارم. ببینید شما تو مهندسی، حالا تو ارشد هم که رفتین ایشالله، با چند تا اصطلاح سر و کار دارین. اولیش هست مثلا بهتون میگن چی؟ دیزاین. اگه این بنویسه، اگه لطف کنه بنویسه، فکر کنم الان سایت شلوغه، سرور شلوغه، سرعت ما خیلی کمه، از این بری مجبوری بنویسیم. شما چیزی میبینین؟ یه دی استاد فقط نوشتی، چیز دیگه‌ای برام نیست. دی رو می‌نویسه، چون اینجا الان بی شد. الان شد بی. آها. خب اینجا چیزی نشون نمیده. بذاریم برم یه بار دیگه بازش کنم. آها. دیزاین
بعدیش ما یه دیزاین داریم، یه مدلینگ داریم، دیگه چی داریم؟ این سیستم قاطی کرده بچه ها، هی داره یه چیزی باز و بسته میشه، بد جوری قاطی کرده. یه مدلینگ داریم، یه سیمولیشن داریم، دیگه چی داریم؟ خانم صراف میخواد بگیم. یه فابریکیشن داریم، یه میجرمنت داریم، و یه اپتیمایزیشن داریم. شما اگر به عنوان یک مهندس برق رفتین و خواستین یه پروژه انجام بدین، حالا پروژه کاری یا هر پروژه‌ای می‌خواید انجام بدین، اصولا کار یک مهندس برق اینه. حالا جدا از اینکه ما اکثرا داریم کار مونتاژی انجام میدیم، ولی کار یک مهندس برق اینه. شما اول باید با توجه به داده‌هایی که بهت دادن بیای یک سیستمی رو طراحی کنی. درست؟ وقتی سیستم رو طراحی کردیم، یا اصطلاحا سیستم رو مدل می‌کنیم. مثلا حالا بعضی‌ها این مدل رو ندارن، اینجا میذارم یک ستاره. بعضی‌ها مدلش می‌کنن، بعضی‌ها نمی‌کنن. مثلا شما می‌خوای یک چه می‌دونم یک آنتن درست بکنیم، یا اصلا یه آنتن خیلی ساده. شما اول باید بیای با توجه مشخصاتت، فرکانست، همه چی، این آنتن رو دیزاین کنی، ببینی که چه اندازه‌ها باید چی باشه، چیکارا باید بکنی، تو چه فرکانسی. بعد این آنتن رو مدل میکنی. خیلی جاها میگم انجام نمیدن، میان مدل سازی الکتریکیش میکنن که ببینن خب ما سیستم تطبیق امپدانس رو چی باید بذاریم، کاراشو چی باید بکنیم، مدل میکنن. بعد میری توسط نرم افزار سیمولیشن انجام میدی، مثلا نرم افزار CST یا نرم افزار HFSS رو واسه طراحی آنتن به کار میبری. وقتی که این کارو کردی، میری نرم افزار، میری اون سیمولیشنت رو میسازی. البته اینجا یه اپتیمایزیشن داری که اون اپتیمایزیشن توی همین خود سیمولیشن ما در نظرش گرفتیم. بعدش میری آنتنت رو فابریکیت میکنی، یعنی میسازی، ساختن. وقتی ساختی، میری آنتن ساخته شده تو میجرمنت میکنی، یعنی اندازه‌گیری میکنی که آیا واقعا اینی که ساختی با اونی که مد نظرت بود درست در اومد، تو ساختت مشکلی ایجاد نشد. شما مثلا تو طراحی زدی آقا باید فاصله فلانجا 2 میلی‌متر باشه، تونستن اینو تو ساخت در بیارن تو 2 میلی‌متر؟ یا مثلا تو ساخت رفتی چیزی کردی کلی داره چیز میشه، کلی شکسته تو ساخت، و بعد که میجرمنت کردی ایراداشو در میاری، میری اپتیمایز میکنی، بهینه سازیش میکنی. ممکنه این بهینه سازی به شما بگه برگرد برو دوباره تو دیزاینت، ممکنه بگه برگرد برو تو سیمولیشنت، یعنی ممکنه دوباره مجبور شی بری یه جایی یه چیزایی رو تغییر بدی. کلا این اصطلاحات رو یاد بگیری. پس میجرمنت میشه اندازه‌گیری عملی. خانم صراف نمیدونم چی شده، هی داره درخواست اجازه صحبت کردن از شما میاد، درسته؟ خب اصلا من نمیدونم چی شده، سیستمم به مشکل خورده. من هر چی میام تایپ بکنم اصلا تایپ نمیشه، فقط بالا هی دستم میاد بالا. وگرنه من نمیخوام صحبت بکنم، اگر بخوام تایپ بکنم. آه خب، میخوای یه بار خارج شد دوباره وارد شد؟ دوباره منم رفتم بیرون. با بوتفایل نمیتونم هیچی تایپ بکنم، بیرونم رفتم دوباره برد. خب این چیزه، تقصیر شما نیست، این احتمالا سرور شلوغه داره اذیت میکنه. و هرچی خواستیم بگی صحبت کنین، تایپ نکنین، میکروفونتون بازه. خب پس اینم از این. پس ما اینجا میاد چیکار میکنه؟ میگه میره میجر میکنه پروپاگیشن کراستریکتیکس رو، چی یعنی چی؟ مشخصات انتشار رو میره اندازه‌گیری میکنه. اینه variety of environment، توی محیط های خیلی متنوعی. And then developing a model based on measured statics for a particular class of environment. یعنی میاد میره میگه آقا مثلا میرم تو شهر توکیو، تمام این مدل سازی ها رو انجام میدم، میبینم که خب اینجا مثلا تو شهر توکیو قسمت برفرض مثلا میدون انقلابشون چقدر
مثلا پروپاگیشن داریم، چقدر از اگه اینجا از صبح روز بشینیم سیگنال رو ارسال کنیم چقدره. مثلا 10 روز میشینن این کارو میکنن، صبح ساعت 8 تا 10 صبح میشینن اندازه میگیرن، بعد دوباره 10 تا 12 اندازه میگیرن، همینجوری اینقدر انجام میدن چندین روز، آخرش یه مدل آماری در میارن، یه عالمه آماره. از طریق این اطلاعات آماری میان یک سری مدل در میارن، این مدل ها رو میذارن اونجا، میگن آقا از این به بعد خواستی توی یک شهری مثلا با تراکم بالا تو جای شلوغش مثل میدون انقلابش خواستی یک سی سلول را بندازی، بیا از این مدل استفاده کن. خب اگه خواستی مثلا تو فلان شهر این را بندازی، برو از این مدل. البته این مدل ها رو میشینن تیکه تیکه بست میدن، بزرگش میکنن، مثلا میگن شهری مثل شهر توکیو اگه خواستی استفاده کنی میتونی از این مدل استفاده بکنی. پس این مدل ها رو میگن مدل های آماری، با یک سری مدل های آماری میان سیستم رو طراحی میکنن. بعد چی؟ گفته wire channels are stationary and predictable. شما تا الان هر سیستمایی که میخوندید، مثلا الکترونیک میخوندید، شما بهتون میگفتش که آقا مثلا اینجا تو الکترونیک بهتون میگه که این اوسیلاتور یا این نمیدونم چی، وقتی که این اصلا این مدار وقتی که این کلید قطعه دیگه اینجا جریان نداریم. این واسه مدل مداریه، توی مدل های پروپاگیشن دیگه اینجوری نیست. حواستون باشه. بچه یه لحظه اجازه بدین من ببینم این سیستم های سیمی. پس توی سیستم های کابلی و سیمی، برای اینکه ما تلفاتمون همون تلفات کابل مسیه و رادیو بسیار، ما میتونیم توی این سیستم ها پیش بینی خیلی راحتی میتونیم داشته باشیم. بر فرض مثال الان خانم گریبانی هم دستش برد بالا، بر فرض مثال ما میگیم سیستم میشه آلفا ال. استاد من یه چیز کوچولو بگم؟ بفرمایید. یه لحظه میشه اون صفحه‌ای که الان داشتین اون تقسیم بندی ها رو میکردین نوشته بودین توضیح میدادین، یه لحظه میشه اون صفحه رو دوباره بیارین من یه عکس بگیرم؟ آوردنش خیلی کار سختیه، صبر کن ببینم چه جوری میشه. ببخشید. خواهش میکنم. وایت بود، 8 بود یا 7 بود؟ 7 که خالیه. ای بابا همینجور دارم زیاد درست میکنم. فکر کنم 4 بود، اینجا هم نیست. هفت اینم نیست. هشتم باز کردیم. نو گرفتین؟ ببندم. بله استاد، دستتون درد نکنه. خواهش میکنم. پس ما تو سیستم های سیمی مثلا میگیم آقا تلفاتمون خیلی راحت میشه چی؟ میشه آلفا ال. ال میشه طول کابلمون، آلفا هم که میشه ضریب تلفاتمون. اگه مثلا یه کابلی داری 2 dB در هر کیلومتر تلفات ایجاد میکنه، طول کابلت هم هست 1000 کیلومتر، میدونید کابلت چقدر تلفات ایجاد میکنه؟ 4000 کیلومتر. یه چند تا امپلیفایر میذاری که این 4000 کیلومتر رو جبران بکنه و مثلا کابل تهران رو برسونی سیستم رو به مشهد. خب این خیلی راحت. اما این داستان دیگه تو سیستم های وایرلس اینجوری نیست. تو سیستم های وایرلس خیلی پیچیدگی بیشتر از این حرف هاست. ما به این راحتی ها نمیتونیم پیش بینی بکنیم. پس ما مجبوریم بیایم از مدل های آماری استفاده بکنیم. دو مدل آماری ارائه میشه، یک واسه پروپاگیشن مدل که برای چی؟ مدل های اصطلاحا میگن مقیاس بزرگ، برای مدل های مقیاس بزرگ استفاده میشه و
مدل دیگه برای اسمال اسکیل هست یا اصطلاحا مدل های فیدینگ، دوچار محو شدگی فیدینگ. آره یه لحظه خمیازه کشیدم. برای مدل های فیدینگ، خب پس پروپاگیش توی مدل لارج اسکیل چی داریم؟ میگه predict the average received signal strength over a large distance from the transmitter. پیش بینی میکنه میانگین شدت سیگنال دریافتی یا همون توانمون رو در مقیاس در فاصله های بزرگ از فرستنده، یعنی فاصله خیلی زیاد از فرستنده میتونی شما تلفات رو پیش بینی بکنید. variation due to path loss and shadowing، تغییرات ناشی از تلفات مسیر و shadowing، سایه اندازی. signal reduces when traveling further، سیگنال این فاردر نیست، این یو باید باشه، فردر یو. سیگنال هرچی دورتر میره مقدارش، قدرتش، سیگنالش یعنی توانش کاهش پیدا میکنه. and slow variations about mean caused by large obstructions، و یک تغییرات کمی از اون حالت میانگین توسط موانع بزرگ اتفاق میفته. این slow variation رو نگران نباشین، کامل راجبش بحث میکنیم. یعنی چی؟ تا این جمله آخر شاید الان متوجه نشین، یه ذره که رفتیم جلوتر این جمله آخر متوجه میشین کامل یعنی چی. حالا small scale modeling چیه؟ predict the variability of signal strength in short distance، توی مقیاس های کوچیک بررسی میکنه، تو مقیاس های کوچیکتر. بچه ها یه لحظه من اینجا گیر کردم، یه دقیقه ببخشید، به من وقت بدین. خب کجا بودیم؟ پس ما توی سیگنال های اسمال اسکیل جاییه که ما تغییرات قدرت سیگنال توی فاصله کوتاه. فاصله کوتاه یعنی چی؟ فاصله کوتاه یعنی چند تا طول موج، یعنی خیلی طول موج های پایین. اگر شما فاصله بین مثلا میدون انقلاب تا میدون ولیعصر رو در نظر بگیری، این میشه لارج دیستنس. چرا؟ چون چندین برابر طول موج حساب میشه. ولی وقتی تو فواصل خیلی کوتاه، مثلا داخل یه ساختمون در نظر بگیری، داخل یه اتاق در نظر بگیری، ممکنه این چی بشه؟ ممکنه این تو فاصله به چند متر که چند تا طول موج هست بیشتر نرسه. بنابراین اینو حواستون باشه.
خب شما به دوره بچانسی خوردین. این واتساپ به نظر میاد یه مشکلاتی براش پیش اومده، چون که پیام میفرستی دلیور نمیشه، دلیور میشه رسیده نمیشه، اصلا کلن نمیدونم این اپلیکیشن به چه درد میخوره. خب پس گفته rapid variation caused by local scatters around the RX، یک سری تغییرات سریعی که اطراف اون گیرندمون توسط پراکنده کننده ها یا پخش کننده ها اسکترز ها اتفاق میفته. خب من یه چیزی داشتم، متاسفانه الان در دسترس نیست، که قشنگ این رو یه ذره توضیح میداد. حالا این فیلمش رو اگر پیدا کردم دوباره براتون میفرستم که ببینید، که خیلی قشنگتر توضیح میده، ولی اینجا بازم گوش بدین. حالا من تلاش میکنم که این رو بگم. ببینید الان اینجا ما فرض کنید این فاصله مونه، خب از اینجا این فرستنده مونه، اینجا گیرنده مونه، مثلا داره این اتفاق میفته. گفته فاصله بین small scale phase is in order of half wavelength. ببینید من الان شکل رو یکم زوم بکنم، خوب نگاه کنید. ببینید اینجا اگر اینجا فرستنده من باشه، اینجا گیرنده من باشه، خب زمانی که فرستنده ارسال میکنه به گیرنده، همینجوری که میبینید چه اتفاقی داره میفته؟ توان ارسالی داره کاهش پیدا میشه. ولی یه جاهایی هست، مثلا من توقع دارم که اینجوری به صورت خطی بیاد پایین، ولی خب یه جاهایی همینجوری که میبینید یه ذره داره بالا پایینی میره جلو، حالت لوگاریتمی داره میاد، کم میشه، یه تغییرات خیلی کوچیکی داره، ولی تغییراتش انقدر کمه که نسبت به طول موج دیده نمیشه. چرا؟ چون فاصله خیلی بیشتر از طول موجه، فاصلهمون از طول موجمون خیلی بیشتره. اما اینجا موسکو، اما اینجا همینجوری که تو قرمزها میبینید، توی قسمت قرمزها تغییراتی که داره رخ میده انقدر زیاده، بعد تغییرات تو فاصله کمه. الان ببینید اینجا این یه تیکه میشه نصف طول موج، این دوتا رو ببینید چقدر تغییر کرده، یه بار از مینیموم رفته به ماکسیموم و دوباره برعکس. خب پس چی؟ پس اینجا همینجوری که دارید میبینید تغییرات رو، این تغییر الان اینجا الان از یک فاصله تو فاصله کمتر از یه طول موج، یه بار این میره بالا، یه بار این میاد پایین، یه بار میره بالا، یه بار میره پایین، یعنی تغییراتمون خیلی زیاده. این تغییرات هست که داره باعث میشه چه اتفاقی بیفته، بهش میگیم اسمال اسکیل. این تغییرات باعث ایجاد مشکلاتی مثل فیدینگ در آینده بیشتر راجعش میخونیم میشه. حالا بریم راجع به مدل های اینجا یه شاید یه ذره بهتر توضیح داده شده. ببینید گفته نسبت سیگنال دریافتی به سیگنال استفاده شده، یعنی توان دریافتی، نسبت سیگنال دریافتی به نسبت، گفته نسبت سیگنال دریافتی، توان دریافتی به توان گیرنده، گفته این DB versus long distance for the combined effect of path loss, shadowing and multipath. الان مگه اینجا دقیق‌تر نگاه بکنیم، ببین ما اگر هیچی نداشته باشیم، فقط تلفات مسیر رو بخوایم در نظر بگیریم، فقط تلفات مسیر، خب یک نمودار خطی داریم دیگه، یعنی هرچی فاصله زیاد میشه توانمون کم میشه، هرچی فاصله. اینجا البته باید دقت کنید که فاصلهمون لوگاریتمیه، چون D زیر لوگاریتمه، ولی خطمون داره چی؟ صاف میاد پایین. اگر ما چی؟ اگر ما پث لاس داشته باشیم به اضافه شادوینگ،
شادوینگ بعداً توضیح میدیم یعنی چی. یعنی سیگنال میخوره به یه جاهایی و بر میگرده، به این میگه شادوینگ. اگر ما پسلاس داشته باشیم و شادوینگ داشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ این خط کمرنگه میشه، میبینید این یکی نمونهش اینجاست، این یکی میشه. یعنی این شادوینگ باعث میشه که ما سیگنالمون خطی نیاد پایین. به این دوتا میگیم لارج اسکیل فیدینگ. ولی وقتی که هم پس لاست رو بگیریم شادوینگ بگیم و مالتی پس فیدینگ رو هم توش در نظر بگیریم که میشه این دیگه این خط ممتده. میشه این خط ممتده، این خط ممتده که میبینید همینجوری بالا پایین رفتگی داره، بالا پایین رفتگی داره. این چیه؟ اثر اسمال فیدینگ هم هست، یعنی اسمال مالتی پث فیدینگ هست که میاد روی این لارج اسکیلمون سوار میشه و باعث میشه که چی؟ باعث میشه سیگنالی که ما دریافت میکنیم یه جای محشودگی باشه. بذارید من یه ذره ساده تر بهتون میگم. ببینید شما فرض کنید که تو ماشین نشستین، یا اصلا تو ماشین نشه، شما فرض کنید تا نمیم تا حالا براتون اتفاق افتاده یا نه که برفرض مثال یه نقطه از خونه شما میرید نگاه میکنید یه نقطه از خونه تو آنتن نمیده، به جاش یه نقطه دیگه راه میدید، میرید یه ذره اونورتر دو کیلومتر خونه تون قصره، دو متر میرید اونورتر میبینی که خونه دوباره آنتن داد، بعد گوشی خونه که آنتن نمیده، گوشی آنتن داد، بعد میگی که آره خیلی خوب این نقطه آنتن میده این نقطه نمیده. بچه اینجوری نیست که اون نقطه آنتن دهیش همیشه ضعیف باشه، درست؟ چی برای صدا نیست براتون؟ بچه صدا نیست؟ آه نوشه برای منم نیست. آخه خانم ابراهیم بگی اینجوری نیست که بچه شما خونتون در اون نقطه آنتن دهیش نقطه کورتون باشه و چون سیگنال درست ممکنه که طراحی شبکه بد بوده باشه، ولی مشکلی که هست اینه که شما در اون نقطه احتمالاً فیدینگ رخ داده، یعنی چندین سیگنال از مسیرهای مختلف اومدن خوردن به هم اون نقطه رو دارن تضعیف ایجاد میکنن، محو شدگی ایجاد میکنن. ببینید ما سه تا الان این ماشینه رو نگاه کنید، فرض کنید این یک گیرنده است، یک سیفرستنده داره از اینجا ارسال میشه، این سیگنال میتونه به طرق مختلف به این گیرنده برسه. اولی موردش اینه که خب ما به صورت مستقیم برسونیمش که اینجا نداریمش، به صورت مستقیم خب این راحت ترین کاره، ولی اگر فقط سیگنال از طریق مستقیم میرسید اون وقت ما دیگه هر کسی میخواست صحبت کنه باید مثلا میرفتیم بالا پشتبون مستقیم باید میرسیدیم جلو آنتن، آنتن BTSتون رو میدیدین، گوشیتون رو میگرفتین که گوشی و آنتن همدیگر رو ببینن، اون موقع ما بتونیم با دید مستقیم صحبت کنیم. این خیلی نقص بود، ولی همچین اتفاقی نمیفته. شما میرید تو خونه بازم گوشیت زنگ میخوره. علت چیه؟ علتش خیلی ساده است. علتش اینه که شما چیزی دارین به اسم مالتی پث، به اسم چند مسیره. سیگنال میاد میخوره به یه مسیرش که مستقیم ممکنه بهتون برسه ممکنه نرسه، یه مسیرش میاد از داخل بیلدینگ از داخل ساختمون ها میخواد رد شه، یه مسیرش میخوره به این ساختمون بغلیه میخوره به شما، یه مسیرش میخوره به این نقطه دیفرکت میشه و به شما میرسه، یه مسیرش میخوره به درخت در سر کوچه میرسه به شما، میخوره به زمین میرسه به شما، تو ریز رخ میده. ما اتفاقات خیلی زیادی ممکنه رخ بده تا سیگنال به شما برسه. پس این سیگنال فقط اونی نیست که شما به صورت مستقیم میبینی، شما مثلا آنتن گیرنده رو داری نمیبینی فرستنده رو، ولی داری سیگنال رو دریافت میکنی. خب ما سه تا کامپوننت میتونیم داشته باشیم. چیا هست؟ یکی پث لاس هست، یعنی تلفات مسیر، که چیه؟ که گفتیم تلفات مسیر لارج اسکیل فیدینگ هست، یک محو شدگی مقیاس بزرگه. Radio signal attenuation due to transmission over a certain distance. همینجوری که میبینی سیگنال وقتی از فرستنده ارسال میشه به گیرنده هر چی فاصله بیشتر میشه، این خط نقطه چین بزرگتر ببینید، هر چی فاصله بیشتر میشه شما سیگنالتون کمتر دریافت میکنه تا اینجا که میرسه به محو شدگی کامل فیدینگ. پس یک فیدینگ دارید اینجا و depend on the distance به چی بستگی داره؟ به فاصله. اگر شما مثلا فاصلتون از فرستنده 2 متر باشه تا فاصلتون از فرستنده 20 کیلومتر باشه
تو اون 20 کیلومتری ضعیف‌تر از این 2 متری ممکنه بشنوه. مورد بعدی شادوینگ هست که این هم یک لارج تایم اسکیل وریشن هست. اینم یک مقیاس بزرگه، یک تغییرات مقیاس بزرگه در حوزه زمان که یک سیگنال تضعیف میشه ناشی از پنتریشن آف بیلدینگ اند والز. سیگنال به خاطر ورود به ساختمونا، همین الان شما تو خونه نشستی شادوینگ داره باعث میشه شما سیگنال رو دریافت کنی، لاین آف ساید یا ال او اس نداری. این شادوینگ هست که شما داری از طریق شادوینگ سیگنال شادوینگش رو دریافت میکنی. پس ولی سیگنالی که وارد ساختمون داره میشه سیگنال ضعیف‌تریه. شما اگه دقت کرده باشی تو خونه که نشستی جی پی اس دریافت نمیشه. چرا؟ چون داری می‌نویسین یا بگم؟ چون در حال حرکت نیستی؟ نه، به خاطر سایه. نه، گفتین استاد مثبت ها رو هرو نمی کنی؟ هرو یعنی چی؟ چون مبدا ثابت جایی نمیره. مثبت ها رو شروع کنیم. چرا شروع میکنیم؟ مثبت همیشه شروعه. نه ببینید، علتش اینه که شما اینجا نشستی جی پی اس که روشن میکنی خیلی وقتا تو خونه نمیگیره، برای اینکه آنتن جی پی اس توان کمی ارسال میکنه، یعنی بیشتر منتظر سیگناله که دریافت بکنه. خب ولی ما تو گوشی های موبایل دایور آنتن داریم، یا آنتن دایورسیتی هم داریم، یعنی گیرندگی رو میبره بالا، تقویت میکنه. ولی آنتن های جی پی اس یه آنتن کوچیک ضعیف هست که شما وقتی که آنتن وقتی در حوزه تابش ماهواره قرار بگیره انقدر توان ماهواره بالایی که شما دریافت میکنید. ولی تو ساختمون اون سیگنالی که تو ماهواره داره ارسال میشه نفوذش به داخل فرکانساشون بالاتره، نفوذشون به داخل ساختمون ها کمتره. شما اگر سیگنال های مثلا این وای فای های دوال بند داشته باشین، روتر های وای فای دوال بند که 2.45 داره، 5 گیگاهرتز هم داره، دیدین 2.45 داره، 5 هم داره، شما بعد مثلا میرید نگاه میکنید چرا 5 خواهد شد. الان 5 مزیتش اینه که بهتون بگم شاید خوشحال بشین. ببینید مثلا این وای فای که شما میری میخری، میگه آقا این وای فای چنده؟ میگه 1 میلیون. البته الان شده 1 میلیون ها، قبلا 50,000 تومان بود. میگه این وای فای چنده؟ میگه 1 میلیون. میگه این یکی چنده؟ میگه این 4 میلیونه. آقا چرا 4 میلیونه؟ خب واسه چی اینقدر گرونتره؟ میگه آقا این دواله. دوال یعنی چی؟ دوال یعنی یه دونه 2.45 گیگاهرتز رو داره، یه دونه 5 گیگاهرتز داره. میگه خب آقا چیکار میکنه؟ این که داره دریافت میکنه اونم دریافت میکنه، اتفاق خاصی میفته؟ این مثلا چیکار میکنه؟ کار خاصی میکنه این پنجه که حالا این پنجه رو گذاشتی اینقدر قیمت رو بردی بالا؟ به نظرتون چیکار میکنه؟ دونیم نصف میخونه؟ استاد باند فرکانسیش که بیشتره، فکر کنم توان بیشتری هم دریافت میکنه. نه، کی بود؟ اینشون کی بود؟ خب من استاد خانم گریبانی بود. خانم گریبانی یه خانم سرما خودی نه مومنی هم خانم مومنی رسه. به به خانم فعالمون اومد، فکر کردم نیستین تو کلاس دیگه. خانم وندی کجایین؟ خانم وندی هستین؟ خانم وندی جاش با خانم بیتا پیری عوض شده، میان روشن میکنم میرن. دفعه بعد اسم خانم وندی رو هی بگیم. خانم وندی خب نیستش. نظرتون چیه یه حضور غیاب بکنیم؟ الان زنگ نزنید بهش بیادا، جرزنی نکنید. الان گوشیش 50 تا زنگ میخوره، حداقل دونه دونه بزنید، اشغال نباشین پشت خط. استاد این واسه کانال دو طرفه نبود؟ جواب من اشتباس؟ بله جوابتون اشتباس.
بذار من یه حضور غیاب کوچولو بکنم. بچه من حضور غیابو که کردم کسی که نبود دیگه بعدش نگین حاضری رو بزنم، برای اینکه فقط همون لحظه که اسمتون رو خوندم دیگه حاضری رو ایشالا میزنیم. خب دیگه این کامپیوتر ما آخرهای عمرشه به نظر میاد. به نظرتون به دانشگاه بگیم یه کامپیوتر برامون میخره؟ خانم مینا وندی اومد. خانم وندی صداتون کردیم، چند باری نبودین. سلام استاد، ببخشید من نمیتونم تایپ کنم ولی هستم تو کلاس. چرا نمیتونی تایپ کنی؟ خیلی خوب، اوکی، خانم بندی هم هست. چرا نمیتونی تایپ کنی؟ دستتون بنده، سبزی پاک میکنی؟ خب ببینید بچه ها، این 245 شما 10% رو در نظر بگیری به عنوان پهنای باند، اصولا 10% فرکانس میشه پهنای باند، میشه 245 مگاهرتز. و اگه این 10% پهنای باندش رو در نظر بگیری میشه چی؟ میشه 500 مگاهرتز. پهنای باند بالاتر یعنی چی؟ یعنی سرعت بالاتر یا همون بیت ریت بالاتر. پس ما وقتی که پهنای باندمون بالاتره یعنی بیت ریتمون بالاتره، یعنی شما اگه مثلا بری سرعت اینترنتت بالا باشه، البته ما تو ایران زیاد نمیفهمیم چون سرعت کلا از ریشه خرابه، سرعت اینترنتمون یعنی از کابل کمه، ولی اگه سرعت اینترنتت نامحدود باشه که خیلی بالا باشه، توی 5 گیگاهرتز سرعت بالاتری دریافت میکنی. اگه داری آهنگ گوش میدی، آهنگو با کیفیت بهتری گوش میدی، خب کیفیت بالاتر، بیت ریت بالاتری. واقعا مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که فرکانس بالاتره، فرکانس چون بالاتره، چون فرکانس بالاتره در نتیجه طول موجت کمتره. چرا؟ چون فرکانس میشه سی روی لاندا دیگه، فرکانس میره بالا یعنی طول موج کم شده، این که عدد ثابته. خب یعنی نفوذش به در و دیوار نفوذ کمتره. یه مثال براتون زدم، گفتم دسته که داره تو محرم میشنوه، این کسی که داره سنج میزنه فرکانس چون بالاه شما از راه دور نمیشنوی، ولی صدای طبل رو از 3 تا کوچه اونورتر میشنوی. چرا؟ چون فرکانسش پایینه، طول موجش بالاه. شما اگه یه آقایی بیاد تو خیابون داد بزنه، شما مثلا شاید تو 200 متری هم صداشو بفهمی، ولی وقتی که یه خانومی بیاد داد بزنه یا هارمون جیغ بزنه، صداش مثلا تا 100 متری بیشتر نمیره. خب اما همین توانی که فرکانس که بالاتره توان بالاتری داره، فرکانس که بالاتره توان بالاتری هم داره و واسه ارسالش هم باید توان بیشتری مصرف کنی. شما اگه دم تو دسته وایسی، سنج بیشتر از طبل گوشتو اذیت میکنه. اگه پیش یه آقا و پیش یه خانم وایسی، آقای داد بزنه خانم جیغ بزنه، جیغ خانم گوشتو بیشتر اذیت میکنه چون انرژی بیشتری تو فرکانس تو صداش هست. خب پس وایفای به خاطر همینه که بعضی وایفای ها که دوال بند میشن از لحاظ قیمتی قیمتشون میره بالاتر. بریم سراغ ادامهش. خب جی پی اس هم به همین علت. چرا جی پی اس نمیتونه بیاد؟ چون جی پی اس فرکانسش بالاتره، ضریب نفوذپذیریش داخل ساختمون کمتره. چون فرکانس مثلا باند ما چه باندایی داریم؟ باند سی داریم دیگه، یه باند سی داریم، اصولا دارن تو باند کی ای و کی یو کار میکنن، یعنی 14 تا 12 و 14 تا 12 و 20 تا 30. باند سی هم که 6 و 4، یعنی فرکانس ها باندشون بالاه. خب باندا فرکانسشون بالاه، پس نفوذ سیگنال داخل ساختمون ها کمه. به همین علته که خب ما مهمم نیست، برای اینکه ما اکثرا زمان جی پی اس رو لازم داریم که تو خیابون یه جا گم شدیم،
یه جای پیدا میکنی که بالا سرت هیچی نباشه که بتونه ماهواره قشنگ ببینتت، که بتونی سیگنال رو دریافت کنی. پس علت این که شما نمیتونی مثلا تو خونه وای فای جی پی اس رو دریافت کنی اینه که در اصل داره آنتن سیگنالی دریافت نمیکنه. دست در پنجره بکنی بدون سیگنال دریافت کنه، میتونی اون وقت جی پی اس روشن میشه. پس سیگنال اتنیویشن ناشی از پنتریشنه. پنتریشن یعنی نفوذ، پدتریشن یعنی پیاده رو، حواستون باشه. پنتریشن یعنی نفوذ، پس ناشی از نفوذ به درون ساختمون ها و دیوارا هست. لانگ نورمال دیستریبیوشن یعنی چی؟ یعنی توزیعش هم توزیع نورمال هست. لاگ نورمال، هم لاگ هم نورمال. توزیع نورمال توی چیز خوندین؟ بگید آمار احتمالتون خوندی. توزیع نرمال یا توزیع گوسی یعنی چی؟ N, M و سیگما 2، یعنی یه میانگین بهتون میدن، یه واریانس بهتون میدن. و فیدینگ. فیدینگ چیه؟ فیدینگ small time scale variationه، یعنی تغییرات با مقیاس در مقیاس کوتاه در زمان که ناشی از مالتی پاس هست. یعنی چی؟ یعنی چند مسیره. همینجوری گفتم یک سیگنالی که میخوای ارسال بکنی، از یک سیگنالی میخوای از اینجا آنتن ارسال بکنه به اینجا، اینجا یه درخت خونه است، اینجا یک درخته، اینجا کوه، اینجا یه ماشین وایستاده، این سیگنال میخوره به این خونه، میخوره اینجا، یه مسیر میاد میخوره به این، میخوره به اینجا، یه مسیر مستقیم میره، یه مسیر میخوره به این درخته، میخوره اینجا، یه مسیر میخوره به این کوه، میخوره به اینجا. چند تا مسیر داره از یه فرستنده به گیرنده؟ چند تا مسیر داره به نظرتون؟ سیگنال با چند تا مسیر میرسه به گیرنده؟ خانم پیری نیستین؟ بیتا پیری هستین؟ دارین تایپ میکنین. خانم زینت غلامی هستین؟ دو تا نهایتن. خب همون تعداد ظرفیتش. خب خانم زینت غلامی هم هست. بله اونایی که صدا نکردم اسمشون رو خودشون اعتراف کنن. خانم زارپور هستین؟ بله. خانم مسلح نیستش، هستش. خب بی نهایت مسیر، بی نهایت. وقتی یک فرستنده داری از بی نهایت مسیر میرسه به گیرنده. نمیتونیم بگیم از چند تا مسیر، مسیر مستقیم داره، مسیرهای انعکاسی داره، شادوینگ داره، مالتی پاث داره، مسیرش بی نهایت. پس ما باید بیایم یک مدل، یک تابع پیدا بکنیم براش. من یه ذره اینجا کوچولو بهتون ساده بگم. بچه‌ها ببینید، یکی میکروفونشو این مثبت داره، مثبت خوبم داره، یعنی مثلا شاید یک دهم بهش میدم در این حد مثبت خوبه. به هم بگین فرق سیگنال زمانی و طیف فرکانسی چیه؟ سیگنال در حوزه زمان و طیف فرکانسی یعنی چی؟ میکروفون وصل کنین که چون توضیحش یه خط دو خط نیست، اصولا باید طولانی توضیح بدین. کسی نمیدونه؟ یک سیگنال داری، یک سیگنال داری در حوزه زمان، همون سیگنال در حوزه فرکانس، یعنی طیف فرکانسی. تفاوتشون چیه؟ یه حوزه زمان توی حوزه فرکانس. سیگنال سیگنال، فرکانس فرکانس، متفاوته. خانم شرکا جوابتون خیلی قانع کننده بود، فکر کنم باید 5 تا مثبت درجا بهتون بدم. پس سیگنال سیگنال، فرکانس فرکانسه. دیگه کسی نظری نداره؟ خب استاد،
استاد وقتی تو حوزه زمانه یه سیگنالی خب داره یه تغییراتی رو توی اون حوزه زمان به عنوان خب سیگنال ما توی حوزه زمان چقدر تغییر کرده؟ بله ولی تو باند فرکانسی مگه ما استفاده نمی کنیم از اون سیگنال؟ خب سیگنال سیستم یادتون رفته ها؟ ببینید حالا اون که یادمون رفته ها باید چیز کنیم سیگنال توی حوزه فرکانس ما داریم از سیگنالمون استفاده می کنیم، یعنی چه مقدار شما داریم از این سیگنال استفاده می کنیم؟ پهنای باندمون اینقدر مثلا حتی تو حوزه زمان فقط تغییراتشو بهمون نشون میده. این تقریبا داری یه چیزایی اشاره میکنی ولی اون چیزی که من میخوام اشاره نمیکنی، اونی که تو ذهن منه باید بگی. خب ببین خانم بندی، نه یعنی یکیشون گسسته، نه این نیست، فرکانس ثابته ولی سیگنال لحظه‌ایه. خب ببین سیگنال که اصلا یه چیزی، سیگنال که قطعا لحظه‌ایه ولی فرکانس هم چه چیز فلسفی گفتی ها. سیگنال در حوزه زمان که خب به هر لحظه در زمان بستگی داره، فرکانسش ثابته. آره خب ولی جواب من نیست. دیگه این خانم شرکا امروز زده تو نخ فلسفه ها. ببینیم حالا نمیدونم درست بفرمایید، ولی باید بگم که سیگنال تو حوزه زمان یعنی که هر چی زمان تغییر میکنه سیگنال هم همون میزان تغییر میکنه، ولی فرکانس معمولا ثابته، هیچ تغییری معمول اتفاق نمیفته. خب آره درسته، اینم خانم شرکا هم همینو گفت، درست میگین، ولی میخوام ببینم طیف فرکانسی یعنی چی. اصلا طیف فرکانسی مثلا من بهت میگم طیف فرکانسی این سیگنال رو بکش یعنی چی؟ خانم صراف سری دستشو بلند کرد. بفهم ببینید بچه ها، من یه سیگنال بهتون میدم، من جواب باز نمیدونم خب، ولی این که میگم چی یه بار دیگه؟ خب یعنی این که تقسیم میشه دیگه، این که میگی تیف فرکانسی یعنی چی؟ من دارم این که خب تقسیم میشه دیگه، یک فرکانسی رو که میگم اگه بخوام یک تیف برش در نظر بگیم تقسیمش میکنیم به قسمت مختلف. اصلا تقسیمش هم به حسب دامن و فازه نه؟ تقسیم نمیشه بچه ها، تقسیم نمیشه. ببین من یه مفهومش رو بهتون بگم، این البته یه ذره خب ما مثلا باید یه ذره بگذره کار بکنید باش تا یه ذره مفهوم رو بگیرید. حالا من یه ذره مفهوم رو بگم خیلی کمکتون میکنه. ببینید یک سیگنالی داری استاد، قبل از این که بگین من یه چیزی بفهم. بگم استاد، کلن این که میگین سیگنالی که حالا طیف فرکانسی، یعنی اون سیگنالی که تو حوزه فرکانس باشه کلن، که اون نمودارش حالا بر اساس دامنه و فازه. بله. ولی خب توی اونی که بر حسب زمانه، حالا بر حسب تغییرات زمان ما تغییرات داریم، اما این بر حسب اون حالا نمودارش دامنه و فاز داره که کلن متفاوته. این نیست؟ بله خانم مسله، نه اون درست میگین و جواب سوالم نیست. خانم مسله یه ذره بهتر توضیح بده شاید بتونی بهش اشاره کنی. گفتی نمایشی از سیگنال در حوزه فرکانس. آره دقیقا درست میگی، طیف فرکانسی نمایش سیگنال در حوزه فرکانسه، ولی یعنی چی؟ چیه سیگنال تو حوزه فرکانس نشون میدیم؟ چیو؟ چه تغییراتش؟ نه خب ببینید فرض کنید من یک سیگنال سینوسی دارم که اینجوریه. خب این سیگنال سینوسی بر فرض مثال میاد از چند تا مسیر، حالا بذارین کوچیکش بزرگش نکنم فعلا،
این سیگنال سینوسی، من الان میخوام بیام ببینم آقا این سیگنال سینوسی. من میتونم بگم تعداد هر سیکلی که توی یه واحد زمانی تکرار میشه رو نشون میده به همون؟ نه دور تناوبش نیست. خواهش میکنم. ببینید شما فرض کنید که میخواین طیف توان این رو میگیم بکشیم. طیف توان این یعنی بچه ها این سیگنال توی حوزه زمان، توی حوزه زمان من دارم میبینمش، ولی من میخوام این سیگنال رو توی حوزه فرکانس ببینمش. یعنی چی؟ وقتی که شما سینوس رو در حوزه فرکانس میکشی، یه نشون میده یه ضربه اینجا هست توی F، توی فرکانس FSC. اگه این سیگنال هم باشه مثلا A کوسینوس، A سینوس A سینوس اومگا سی تی، یه همچین سیگنالی بهت میده تو فرکانس، میگه آقا یه ضربه است تو FSC، یه دونم این ور داره تو منهای FSC. حالا ما با فرکانس های منفی کار نداریم، این واسه این که بتونیم هارمونیکاشو پیدا کنیم. این یعنی چی داره بهت میگه؟ داره میگه آقا سیگنالت اندازش هم اینجا هست مثلا A دوم، داره بهتون میگه سیگنال شما، این سیگنال سینوسیه ای که داری میبینی فقط تو فرکانس FSC توان داره. فقط چیزی که دنبالش بودم این بود که بگین توانش فقط تو فرکانس FSC توان داره. یعنی اگر شما این سیگنالی که داری ارسال میکنی بفرستیش به یه گیرنده‌ای که اینجا توی فرکانس مثلا F1 داره کار میکنه، این زورش نمیرسه، این توی این قسمت F1 هیچ توانی نداره، توانش صفره، نمیتونه اون گیرنده رو را بندازه. پس در از طیف توان میاد قدرت توان، پخش شدن توان، پخش شدن توزیع توان یک سیگنال در فرکانس های مختلف رو نشون میده. حالا این الان یک آسونه، این الان یک سیگنال سینوسیه، ولی این سیگنال سینوسی که شما میفرستیش میده توی کانال که اینجوری نیست که. این سیگنال سینوسی جمع چندین سیگنال میشه که از مسیرهای مختلف اومدن. یه همچین چیزی شما تو گیرنده دریافت میکنی، تو گیرنده وقتی دریافت میکنی یه همچین چیزی دریافت میکنه. خب روش هایی بود مثل سری فوریه. سری فوریه میبند میگفت اگر سیگنالت متناوب باشه من میتونم بیام بگم که این از چندین سری، چندین سیگنال متناوب دیگه تشکیل شده. یه روشی میگن، میگن انتگرال فوریه، میاد انتگرال فوریه رو میگیرن واسه سیگنالی که سری فوریه نداره و بعد تبدیل فوریه، میاد تبدیل فوریه اینو میگیرن، تبدیل فوریه میاد اینو اینجوری مشخص میکنه، میگه آقا این سیگنالی که داری من نمیدونم، ممکنه جمع بی نهایت تا سینوس و کوسینوس با اختلاف فازهای متفاوت باشه، بی نهایت سینوس کوسینوس با اختلاف فازهای متفاوت با هم جمع شدن، دامنه همشون شده این نقطه هم. درسته؟ دامنه اینا مثلا اینجا، اینجا چندین سیگنال من اینجا بکشم، چندین سیگنال اومدن اینجا با هم دیگه جمع شدن، کم شدن، اینجوری شدن، جمع همه اینا، این نقطه رو که بکشم جمع همه اینا شده اینجا. خب تبدیل فوریه میاد میگه آقا این سیگنالی که صورتیه ای که تو کشیدی، تو داری، من طیف توانش اومدم نگاه کردم، فوریه رو گفتین آره، تبدیل فوریه شما هم نگاه کردم میدم اه اینجوریه، خب این چیه من میگه؟ میگه آقا این فقط توی این فرکانس ها مقدار داره، توی فرکانس های دیگه مقدار نداره، توانش رو مشخص میکنه، توان. پس طیف فرکانسی توان رو در چی نشون میده؟ توان رو در فرکانس های مختلف نشون میده. این نکته بسیار مهمیه. و اما نکته بعدی، مثلا حالا اینو بهتون بگم، مثلا شما سیگنال قلب رو کاردیوگرافی که رفته باشین بکنید، خدا کنه هیچ وقت کارتون به این کارا نیفته، ولی اگر یه روزی برید انجام بدین، سیگنال اینجوریه، مثلا چیزی که اگه بخواد حوزه زمان نشونش بده، خب کار چی میگن، الکتروکاردیوگرافی شامل چند تا ضربان قلبو که دیده باشین شکلش همیشه اینجوریه، یه P Q M داره، درسته؟
ولی اگر بخواید سیگنال رو ببینید تو حوزه زمان، یه همچی سیگنال وحشتناکی بهتون میده. خب این چیه؟ این ناشی از نبضتون هست، ضربان قلبتون هست، تنفستون هست، او یه عالمه نویز بدنتون انداخته رو این سیگنال ضربان قلبتون داره نشون میده، یه عالمه نویز انداخته. خب اینو که متوجه خود نویز دستگاه هست، خب این که دکتر نمیتونه تشخیص بده این چیه، میان چیکار میکنن؟ میان تبدیل فوریه اینو میگیرن، به دکتر تبدیل فوریهش نشون میدن، میگن آقای دکتر اینو هاش یه همچی چیزی. میگه خب این چیه؟ میگه اینایی که تو داری میبینی اینا نویزه، اینا نویزه، نویزای چیزای دیگه است، تو به اینا کار نداشته باش. این که توانش خیلی بالاست، تو این فرکانس توانش خیلی بالاست، پس اینی که توانش خیلی بالاست این ضربان قلبه، حالا میتونی فرکانس توان قلبش رو پیدا بکنی. خب پس اینجوری هست که دکتر میاد تشخیص میده که ضربان قلبش مثلا شما چقدره، مثلا حالا کارهایی که میخواد انجام بده. خیلی این پس میشه طیف توان. حالا ما تو طیف توان یه سری مثلا مثل سیگنال، مثل سیگنال بگید سیگنال سینوسی کوسینوسی طیف توانشون مشخصه، اما وقتی که شما میخوای با یه راجب یک سیستم بزرگ مخابراتی صحبت کنی، دیگه حد زدن سیگنال به این راحتی نیست. بعد نمیتونی بیایم بگی آقا این سیگنالی که من دریافت کردم، خب دقیقا بیام تبدیل فوریهشو بگم، هر لحظه باید بیای هی سیگنال بگیری، تبدیل فوریهشو بگیری، سیگنال تشخیص بدی، نمیتونی این کارو بکنی. میان یک سری توابعی معرفی میکنن، از احتمالات کمک میگیرن، یه سری توابعی معرفی میکنن به اسم توابع تصادفی. از این توابع تصادفی بچه شماها قبلا با من چیز داشتین؟ شماها قبلا با من احتمالات داشتین؟ خب خانم سراف، خانم غلامی، خانم آره اگه یادتون باشه ما اومدیم اونجا یک سری توابع تصادفی معرفی کردیم. خب برای این توابع تصادفی اومدیم چیزایی معرفی کردیم به اسم چگالی احتمال. چگالی احتمال در اصل میاد چیکار میکنه؟ میاد همین طیف فرکانسی پیشبینی میکنه برای ما. میگه آقا شما اگر یک طیف فرکانسی داشتیم، یک طیف فرکانسی داشتیم که یک سیگنالی داشتی که داری ارسال میکنه تو ساختمون ها داره میاد، شما که نمیتونی بیای هی تبدیل فوری ازش بگیری، ولی من حدسم اینه که داره روی این تبدیل طیف فرکانسی حرکت میکنه، تابع نرمال، رو تابع نرمال یا تابع گوسی. تابع گوسی چی بود؟ چیزی که بی نهایت عامل به وجود آورنده داشته باشه و عوامل به وجود آورندهش هم خودشون تصادفی باشن. این دوتا شرط رو باید داشته باشه دیگه. خب اینه ولی همینه، بی نهایت عامل به وجود آورنده داره که چیا بودن؟ که سیگنالامون هستن، همه سیگنالام تصادفی میرسن، یعنی شما نمیتونی سیگنالی که داری ارسال میکنی، گیرنده نمیتونه تشخیص بده این سیگنال دقیقاً چیه، عاملش تصادفیه. میان روی نمودار گوسی میبرن مدلش میکنن، میگن طیف فرکانسیشو میخوایم پیش بینی کنیم، از رو این پیش بینی میکنیم، از روی این عامل گوسی. حالا همین تابع ما تابعهای دیگه هم داریم به اسم ریلی، تابع ریلی. تابعهای ریلی هم میاد یه ذره با اینا، یعنی میاد چیزش میکنه، میاد حالا اینو من یه ذره بیشتر بعدن توضیح میدم. تابع ریلی میاد در دو صفحه در نظر میگیره، ولی همشون اساسشون همین تابع نرمال یا همون تابع گوسی هست. خیلی خب پس اینم از این. پس اینجا که میبینی نوشته ما ریلی، میگه ناشی از اینه، میگه ما از ریلی و ریسن، توضیح های ریلی و ریسن استفاده میکنیم، رایسن، توضیح های ریلی و رایسن استفاده. پس این توضیح های ریلی و رایسن در اصل یک سری توضیح هستن که به شما طیف توان رو مشخص میکنن، به شما طیف توان رو مشخص میکنن. اینجا رو تو این شادوینگ رو از نرمال استفاده میکنیم، اینجاها رو از رایلی و رایسن. اینا هم تقریبا شبیه همین خودشون هستن، رایلی رایسن تقریبا اینجوری هستن که اینها از ترکیب چند تا گوسی به دست میان. خب درس داره شیرین میشه، درسته؟ همینجا من یه کوچولو بهتون
سیگنال ها رو معرفی بکنم. ما یک سیگنال داریم که رفلکت شده، بهش میگیم رفلکتد سیگنال، سیگنال منعکس شده، انعکاس شده. یه سیگنال داریم میخوره به نوک یه چیزی و چی میشه؟ دیفرکت میشه، حالت پخش شدگی پیدا میکنه، تفریق بهش میگه، تفریق شدگی، دیفرکت میشه. یعنی سیگنال میخوره به این نوک. این سیگنال دیفرکت شده خیلی بهمون کمک میکنه. میدونین چرا؟ برای که شما مثلا اینجا یه کو داری، اینجا فرستنده، اینجا گیرنده. اگه میخواستی از طریق شادوینگ استفاده بکنی، یعنی بیاد از طریق داخل کورچه، هیچی رد نمیشد. واسه کو که دیگه دیوار نیست که، شوخی نداره. بعد یه دفعه مثلا این عرض کو 200 متر عرض کوه، نمیتونی سیگنال ازش رد کنی. میای چیکار میکنی؟ میای اینجا یه کلک میزنی، میای سیگنال میفرستی به سمت نوک کو، میخوره به این نوکه. دقیقا یه جور تنظیم میکنی بخوره به نوک کو، میخوره به نوک کو بدون اینکه ریپیتر بذاری. خب بعضی وقتا ریپیتر میذاری، اینجا برعکس میکنه، اینجا میزنیش به نوک کو، نوک کو دیفرکتش میکنه، پخشش میکنه به پایین بر اونور، اون وقت دیگه گیرنده میتونه دریافت کنه. اینم الان همینه. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ اینجا اومده و سیگنال رو داره ارسال کرده، خورده به این نوک دیفرکت شده. اینجا هم که همون شادوینگ از داخل ساختمون داره رد میشه، اینم که رفلکتده. یک چیزای دیگه هم داریم به اسم اسکترینگ. مثلا سیگنال میاد میخوره اینجا، سطحش اینجوریه، سطحش مثلا خاشخاشیه، خب سطحش مثلا نامسطح، سیگنال اسکتر میشه، پخش میشه، به اینا میگن اسکترینگ. یک سیگنال انعکاسی دیگه هم داریم که میاد میخوره به زمین و میخوره به شما، به این میگن توری، اثر توری، سیگنال های دو انعکاسی، دو اشعه‌ای. همشو میخونیم، اصلا نگران نباشید. استاتیستیکال فلکچوئیشنز، این به هم ریختگی های آماری رو ببینیم چیا هستن. یه دونه ما ایریا مین پاور داریم، یعنی چی؟ یعنی توانی که یک توان متوسطی داریم، توان متوسط داریم که توسط پتلاس مشخص میشه، طول مسیرمون که مقدارش هم بین 100 متر تا 5 کیلومتر یک مقدار متوسطی هست. این رو خودمون میتونیم، ریپلیتر تو اپریتر هست، اینو با توجه به شخصی که داره از این استفاده میکنه تعیین میشه. شما ممکنه فاصلت رو زیاد کنی، ممکنه فاصلت رو کم بکنی، مثلا اگه بری بالاتر از 5 کیلومتر ممکنه دیگه هیچ توانی دریافت نکنی، یا بیای زیر 100 متر دیگه توان دریافت نمیکنی. بچه‌ها نمیدونم بهتون گفتم یا نه، آنتن ها، حالا بهتون میگم تو جلوتر که رفتیم بهتون میگم، آنتن ها اینجوری نیستن که شما خیلی نزدیکشون بشی دریافت تو خیلی بهتر باشه. یه چیزی دارن به اسم نقطه فعالیتشون، تازه زمانی سیگنال رو میتونی شما دریافت کنی، بهش میگن فار فیلد. حتما باید تو فار فیلدش قرار بگیری، تو نیر فیلدش نمیتونی کار بکنی. لوکال مین توسط شادوینگ، اثر شادوینگ اتفاق میفته، تغییراتش خیلی کمه و در حدود 40 لاندا هست. لاندا هم طول موجمون هست. و اینستانتنیوس پاور یعنی توان لحظه‌ای. توان لحظه‌ای چیه؟ توان لحظه‌ایمون اون توانهایی هست که ناشی از این، ببینید این مسیر، اینو که نگاه بکنید بهشون، بهتون ترم انگلیسیش رو یاد بدم. مثلا این مسیر ما بهش میگیم چی؟ مسیر صاف که اومده، لینیر یا خطی. این یه ذره ویوی شده، این دیگه بهش میگیم فلکچویشنز، ریپل یا فلکچویشن. لاندا طول موجه، با توجه به فرکانس تعیین میشه. لاندا طول موجه، مثلا شما اگر فرکانست باشه 1 گیگاهرتز، لاندات میشه چی؟ تو هوای آزاد ها میشه 3 ضرب در 10 به توان 8 تقسیم برای 1 ضرب در 10 به توان 9، میشه 3 تقسیم برای 1 8 تقسیم برای 1 میشه 9، میشه 0.3 متر، یعنی 30 سانتی متر، یعنی 33 سانتی متر. لاندات میشه 33 سانتی متر. با توجه به فرکانس لاندا رو مشخص میکنم. 40 لاندا یعنی چی؟ الان 40 تا 30 سانتی متر. خب
این هم که گفتم این توان لحظه‌ایمون بستگی به موقعیت و فرکانس داره و به زمان depends on time if antenna is in motion و همینطور به زمان هم بستگی داره اگه گیرندمون در حال حرکت باشه و تغییراتش خیلی زیاده. تغییراتش توی هر نصف طول موج یه تغییرات با پیک تو پیک انجام میده. Phase occurs about every half of wavelength. هر طول موج ما یه محشودگی داریم. هر یه نصف طول موج یه محشودگی داریم. به این میگه تغییرات سریع. این بالاش هم که اگر یه نگاهی بکنی بازم همینه. این سل سایتمونه، این موبایلمونه، اینجا خورده به لبه، اینجا دیفرکت شده، اینجا توری اتفاق افتاده، شما موسو نمیبینید، اینجا اومده خورده، اینجا دیفرکت شده، اینجا ما انعکاس داریم، اینجا که لاین آف سایت داریم، اینجا اومده به اینجا خورده اسکتر شده و یه دونم که به لامپه خورده چه اتفاق براش افتاده، این که اسکتر شده، یه دونم که به این چیز ساختمون خورده ریفلکت شده. پس سیگنال شماره یک چیه؟ سیگنال شماره یک لاین آف سایده. سیگنال شماره یک لاین آف سایده که اینجا هم نوشیم دایرکت سیگنال. سیگنال شماره دو خورده به زمین، بهش میگیم رفلکتد گراوند رفلکتد سیگنال. سیگنال شماره سه خورده به ساختمون رفلکتد سیگنال، خورده به این سر حالا هر چی هست اسکتر شده، پخش شده، بهش میگیم اسکترینگ. و اینجا هم خورده به این نقطه، بهش میگیم دیفرکتد. بچه با توجه به اون تخته‌ای که من قبلا نوشتم یه سوال امتیازی هوشی بگید غیر درسی بپرسم. سوال اینه که چقدر تو گروه چیزی نوشین؟ کارگاه کی شروع میشه؟ خبر میده؟ حتما خبر بدین. شما فقط کارگاه دارین؟ خیلی خب. بچه ها سوال از همون مطلب قبلی، شما اگه بخوای یه سیگنال تو حوزه زمان ببینی از چه دستگاهی استفاده میکنی؟ و اگه بخوای یک سیگنال در حوزه فرکانس ببینی از چه دستگاهی استفاده میکنی؟ کسی میدونه؟ از دانش تو حوزه زمان که اسکوپ کنم استفاده میکنم. بله. بعد روی همون دستگاه فانکشن جنراتور بود. چی بود راست بدنم تو حوزه فرکانس میده ولی اسمش الان فانکشن جنراتور که خودش فانکشن تولید میکنه، تولید کننده فانکشن. یه دستگاهی هم اون بغله گوشه کارگاه گذاشته. آره دقیقا تو کارگاه درسته. الان یادم نمیاد. اسیلوسکوپ حوزه زمان و اسپکتروم آنالایزر حوزه فرکانس. اسپکتروم آنالایزر خیلی خوب. حالا یه نصف مثبت میگیری یادم بنداز. بچه این میخوایم ببینیم که تفاوت این سیگنال چه اتفاقی میفته اینجا. ببینید یه ماشین فرض کنید داره از این نقطه آ میخواد بره به این نقطه ب. خب این حرکت اتفاق میفته تا زمانی که این نرسیده به پشت ساختمون سیگنال دریافتیش اینقدر. وقتی رفت پشت ساختمون سیگنالش یه دفعه شدیدن افت میکنه و وقتی که رفت دوباره به این لبه رسید سیگنالش افزایش پیدا میکنه. این حالت لارج اسکیلمون هست که شما سیگنال وقتی که پشت ساختمون رفت دیگه سیگنال به خاطر این حرکتی که داره دیگه ما دریافتش خیلی کم میشه ولی دریافتش صفر نمیشه. خیلی خوب، تا اینجا یک توضیحاتی دادیم، حالا میخوایم درس رو جدی شروع کنیم. حتی این شوخی هایی هم که کردیم تو چیز میاد
امتحان، یعنی درسایی که الان دادیم تو امتحان میاد. فکر نکنید اسلاید قبلی تو امتحان نیست. بچه‌ها ما میخوایم تلفات فضای بازمون رو حساب کنیم. تلفات فضای باز چجوری حساب میشه؟ این همون روشی که سری پیش گفتیم، اینجا فقط داریم یه ذره بازش میکنیم. تلفات فضای بازمون، یه فرستنده داریم با گین جی تی و توان ارسالی پی تی، یه گیرنده داریم پی آر و توان ارسالی جی آر. توان دریافتیمون، ریسیو سیگنالمون یا توان دریافتیمون میشه ریسیو سیگنال پاور ویت آف آن ابستراکتد لاین آف سایت پروپاگیشن ساتلایت چنل مایکروویو ال او اس رادیو لینکس. این توان دریافتیمون زمانی که هیچ مانعی جلومون نیست، بهش میگیم فری اسپیس پروپاگیشن. فری اسپیس پروپاگیشن یعنی سیگنال یا توان سیگنال دریافتی زمانی که هیچ مانعی بین آن نیست، هیچ مانعی بین دید مستقیم آنها نیست، مانند ارتباطات ماهواره‌ای یا لینک های رادیویی دید مستقیم. شما مثلا اگه پول اینترنت زیاد داشته باشی یا مثلا شرکت داشته باشین، میگین مثلا یه شرکت کمپانی مثل پارسالان میاد براتون، میره رو پشت اون براتون لاین آف سایت پس میکنه، یه آنتن کوچیک میزنه مستقیم با آنتن خودش، میگه اگه دیده بشه میبینن، اون وقت سیگنال دیگه مستقیم میفرسته، پوینت تو پوینت میفرسته. خیلی وقتا میگه آقا نمیشه. میگه چرا؟ میگه واسه که یه ساختمان بزرگ جلوتونه دیگه، نمیشه کاریش کرد، ما دیده مستقیم نداریم. توان دریافتی حالا چی میشه؟ توان دریافتی برابر میشه با جی آر، جی این پی چیه؟ این جی تیه، جی آر جی تی لاندا به توان دو بر روی چهار پی به توان دو. کجا رفت؟ چهار پی به توان دو ال ضرب در یک بر روی دی دو پی تی. پی تی هم توان ارسالیته. حالا اینا چی هستن؟ حالا اینا ال سیستم لاس فاکتور. الیمون سیستم لاس فاکتور هست. نوت ریلیتد تو پروپاگیشن لاس دو تو ترانسمیشن لاین هاردویر. این یک سیستم، یک فاکتور، یک اندیس تلفات هست که با توجه به نوع سیستم مشخص میشه. هر جایی بهتون ندادیم میتونید یک در نظرش بگیرید. اصولا کوچکتر مساوی یکه، یعنی بیشترین مقدارش یکه. خب هر جا بهتون ندادیم شما یک بگیریدش، چون اگر کمتر باشه توان رو بیشتر میکنه دیگه، تو حال بدترین حالتمون یک میشه. پی تی که توان ارسالیمونه، پی آر توان دریافتی، جی تی گین آنتن فرستنده، جی آر گین آنتن گیرنده، تی ایکس آر ایکس هم که فاصله مونه، دی اشتباهی اینجا دی رو یادم رفته بنویسم، اینجا میشه دی، اینا رو اصلاح کنید خودتون، اینجا میشه دی برابر است با چی؟ تی ایکس آر ایکس دیستنس فاصله بین فرستنده گیرنده، لاندا هم سیگنال ویفلنس، لاندا هم توان چی طول موج سیگنالمون هست. خب حالا شما کجا میتونی از این استفاده کنی؟ فقط در فار فیلد. فار فیلد چطوری بفهمم تو فار فیلدم؟ باید از این رابطه استفاده کنی، دو دی دو لاندا. اینو بچه‌هایی که آنتن بخونن حسابی یاد میگیرن، حالا به شما بگم بد نیست اینو تو ذهنتون داشته باشیم. ببینید یه آنتن، خب یک پترنی درست میکنه و ارسال میکنه، اما این آنتن یه چیزی داره به اسم چند ست تا میاد ست تا بخش میکنه این رو. ما یه بخشش هست نیر فیلد، یه بخش که هست ترانزینت فیلد که کاری بهش نداریم، یک نیر فیلد هست و یک فار فیلد هست.
بچه ها ببینید الان این اگر یک آنتنی ما داشته باشیم کنم نمیدیدین درسته؟ الان میبینید کجا رفت صفحه گوش کردیم عجیبه خب الان میبینید ببینید همینجوری که اینجا داریم میبینید ما اگه یه آنتنی داشته باشیم خب که داره ارسال میکنه یه قسمتی داره به اسم فار فیلد میدانهای دور و یه قسمتی داره به اسم نان رادییتینگ یا ریاکتیو و رادییتیو نیر فیلدش هست یه قسمت نیر فیلد داره که یه بخش نان رادییتیو داره بخشی که شما اصلا انتشاری رخ نمیده ریاکتیو یعنی خازن و سلف تونتون انرژیشون به همینجا تبدیل میشه خب و یه بخشی داره به اسم رادییتیو یا همون نواحی فرزنلمون شما وقتی که توی نیر فیلد آنتن هستین انرژی جابجا میشه انرژی ها بیشتر با هم دیگه جابجا میشن الان ببینید ما اینجا بر فرض مثال اینجا قسمت ریاکتیومون هست نیر فیلد ریاکتیو هست اینجا همون جایی که شما گوشیتون وایرلس میذارین شما گوشیتون اتفاقی میفته اینه که گوشیتون رو میذارین شارژ میشه به صورت وایرلس نیر فیلد شنیدین که NFC داره یا مثلا انتقال اطلاعات و نیر فیلد اتفاق میفته باید نزدیک باشین ولی وقتی که فاصله دور رخ میده شما اگه میخواین توان خوبی دریافت کرده باشین حتما باید گوشیتون رو در ناحیه فار فیلد قرار بدین تو فار فیلد صفحات امواج انقدر از هم فاصله میگیرن که به صورت موازی در میان و این باعث میشه که شما گیرندگیتون نسبت به زمانی که تو نیر فیلد هستین بالاتر باشه ما آنتن رو حالا چطوری میتونیم بفهمیم در ناحیه فار فیلد هست باید از فاصله این الان این دیگه خیلی بهتر از همشون توضیح داده از صفر تا لاندا بهش میگن چی؟ ریاکتیو نیر فیلد میدانهای نزدیک ریاکتیو همونجوری که انرژی ها به هم دیگه تون تون تبدیل میشن توی این بخش لاندا تا دو دی لاندا همون بهش میگن رادییتینگ نیر فیلد که این بخش 62 صدام رادیکال دی 3 بر روی لاندا نواحی فرزنل اتفاق میفته که اینو بعدا توضیح میدیم و اینجا از دو دی دو لاندا همون به بالا فار فیلد اتفاق میفته یعنی چی؟ میدانهای دور اینجاست که تازه آنتن بهترین گیرندگی رو پیدا میکنه پس اگر شما بری مثلا توی آنتن مثلا چه میدونم BTS تو بگی یه آنتن BTS گوشتو ببری نزدیکش اینجوریست که گیرندگیت بره بالا یهو میبینی اون گیرندگیت اصلا صفرم شد برای چی؟ برای اینکه رفتی تو ناحیه نیر فیلدش نیر فیلدش رو چجوری میتونی حساب بکنی؟ باید دی یعنی بزرگترین سایز آنتن بزرگترین اندازه آنتن الان این اینجا هست بزن یه ذره سخت‌ترش کنم خواهم به تو مثبت بدم اینجا هست یک آنتن مستطیلیه اینجا هست مثلا کجا رفت؟ چرا پرید؟ اینجا هست مثلا 5 سانتیمتر یا مثلا آ سانتیمتر اینجا هست طولش هست 20 سانتی متر به نظرتون دی اینجا چنده ببین دی که اینجا هست گفتم یعنی بزرگترین سایز آنتن بزرگترین بخش آنتن خب بزرگترین اندازه یک آنتن
الان اینجا اگر اینجا اگر دیمون این دیه ببخشید این دیه که فاصله است این دیه بزرگترین سایز آنتن الان فرض کنید آنتنمون مستطیله عرضش از آ سانتی متر طولش از 20 سانتی متر دیمون میشه چی یا مثلا عرض رو بذارین 2 سانتی متر بی رو بذارین 4 سانتی متر دی دومون چند میشه دیمون چند میشه بی ضرب در آ دیگه پیشنهادی ندارین بزرگترین سایز این آنتن چیه درست خانم چیز میگن 20 سانتی متر دیگه دیگه کسی نظری نداره بریم محیطش دیگه آب اضافه بی دیگه خب من میگم الان جوابش خودم بگم مثبتش خودم بگیرم اینه هاشش اینه بزرگترین سایزش اینه قطرشه چرا؟ چون میشه 2 رادیکال 5 بزرگترین سایزش پس بزرگترین سایز این آنتن این چیزه دیمون میشه از اینجا تا اینجا قطر این مستطیل باید در نظر بگیری پس همیشه اگه یه آنتن بهت دادن گفتن دیشو حساب کن دی میشه بزرگترین سایزش خب همیشه حواست باشه که بزرگترین سایز رو باید در نظر بگیری. خب اینجا میشه چی؟ اینجا پس این دی میشه بزرگترین سایزمون، دو هم که این لانده هم که طول موجمونه. مثلا حساب میکنی در میاد 2 متر. یعنی آقا اگر میخوای توانت رو خوب دریافت کنی، برو از فاصله 2 متر به اونورتر وایسا. زیر 2 متر وایسی توان خوبی دریافت نمی‌کنی. خب. بچه‌ها ما یه نوع آنتن داریم. چقدر دیگه وقت داریم؟ حیفه که هزار تا دم این مثاله بگیم همومه کلاس بعدش کارگاه خب اونم کلاس خودمونه از نفر بعدی اجازه میگیم اشکال نداره من این یه تیکر بگم که تمرینش هم بدم بهتون حداقل به یه ذره با تمرین تلاش کنید حل کنید که یه ذره بیکار نماشید تا هفته آینده خیلی سریع اینو میگم خب بچه ما یه آنتن استاد نمیشه حالا بر این هفته تمرین ندین سری تمرین ها رو همیز حل نکردیم دیگه عادت ترک عادت چی میشه خوب نیست خب استاد آخه ترک عادت نیست خب فیلم ها پاک شده بوده من خودم به شخصه چون فیلم هست نسان درست متوجه کنم حالا یه ذره دیگه حالا فعلا 3 دقیقه وقت داریم که ببینید یه آنتن ایزوتروپیک بچه یک آنتن ایزوتروپیک آنتنیه که به صورت همگن هوموجنوسلی به صورت همگن توی تمام صفحات یک کره داره ارسال میکنه الان این یک کره است خب این آنتن ایزوتروپیک یعنی داره توی تمام این جهات ارسال میکنه توی همه جهات هر جاش به وایسی داره به یک اندازه دریافت میکنه اگر من از صفحه اگر من یک کات عمودی بزنم اینجا صفحه ورتیکالش رو ببینم یا افقی بزنم و صفحه هوریزونتالش رو ببینم جفتش رو میبینید که یک دایره به هم میده درسته؟ مثل یه هندونه است هندونه گرد و توان دریافتیمون توی تمام سطح ها تو همه جهت ها مثل یک کره است که با شعاع دی هست و توان دریافتیمون برابره همچین آنتنی از لحاظ عملیاتی وجود نداره فقط تئوریشو داریم همچیزی حالا میایم چیکار میکنیم ما میایم یک چیزی تعریف میکنیم به اسم چگالی توان در فاصله دی که بهش میگیم پی دنسیتی یا پی چگالی توانمون که میشه توان ارسالی
بخش برای 4 پی دی 2 دی شعاع کرمون هست. دارم راجع به همین ایزوتروپی که صحبت میکنم، ایزوتروپی که فعلا با توجه به این ایزوتروپی که پی تی توان ارسالیمون هست، توان دریافتیمون چی میشه؟ توان دریافتیمون میشه پی تی ضرب در ای بر روی 4 پی دی 2. ای چیه؟ ای سطح مؤثره. شما اگه یه دیش داشته باشی، سطح دیشه چون تو رفتگی داره خیلی بیشتر از سطح مؤثرته. ولی سطح اگه مثلا اون دیشه رو بگیری، یه دیش دیدین دالا، دیش که دیدین درسته؟ دیش ماهواره که دیدین، این دیش ماهواره رو دیدین که یه ذره خمیدگی داره. اگه مثلا برین یه جایی بزنین صاف صافش کنید، قطرش بزرگ میشه دیگه. قطر اصلی اون میشه آ، صفحه اصلیش میشه آ، ولی اون به درد ما نمیخوره. همین حالت خمی، این سطحی که داره بهش میگن آ، سطح مؤثر. ببینید اگر من یه همچین صفحه‌ای رو که سطحش هست آ بردارم به صورت دیش در بیارم، اینجوری میشه دیگه، سطحش آه، ولی این آه سطح مؤثرش کوچیکتره. این آه این میشه، به این میگن آه ای، شعاع سطح مؤثرش کوچیکتر از شعاع اصلیش میشه، این میشه سطح مؤثر آنتنمون. امروز یادم رفت بهتون استراحت بدم. پس این میشه سطح مؤثرمون که میدانهای الکتریکی، میدانهای الیویشن عمودی و میدانهای هوریزونتالش هم اینجوری مشخص شدن. گفته AAE بهش میگن چی؟ دهانه مؤثر آنتن، آنتنا افکتیو اپرچر. اینم آنتن گیرندمون هست، دقت کنید. توان ارسالی اومده، این آنتن سطح آنتن گیرندمونه، سطح آنتن فرستندمون نیست. آنتن فرستندمون سطحش پی تی جی تیه که حالا اینجا واردش میکنیم. فرض کنید که چی؟ آنتن گیرندمون یه گینی داره که گینش هست 4 پی ای بر روی لاندا 2. من ای رو از اینجا به دست میارم، میذارم تو فرمول بالایی، میذارم تو این فرمول بالاییه. خب پس پی آر هم میشه چی؟ پی تی جی آر در به جای ای گذاشتم میشه لاندا 4 پی دی به توان 2، که جی تی هم گین آنتن فرستندمه، یعنی آنتن فرستنده خودش هم گینش باید توی این فرمولمون در نظر گرفته بشه. این همون فرمول قبلی است، فقط اثباتش رو اینجا دارم میگم. همینطوری که میبینید گفته که توان دریافتیمون با مجذور فاصله کاهش پیدا میکنه، همینطور توان دریافتیمون با مجذور فرکانس هم کاهش پیدا میکنه. چرا؟ چون لاندا اینجاست، میشه سی اف او با مجذور 1 بر روی مجذور فرکانس، 1 بر روی اف میاد این پایین افش، دی هم که به توان 2. پس با مجذور فاصله و با مجذور فرکانس توان دریافتیمون، با مجذور 1 بر روی فرکانس و با مجذور فاصله توان دریافتیمون کاهش پیدا میکنه. توان تلف شدهمون چجوری حساب میشه؟ تلفاتمون میشه بچه ها، تلفاتمون میشه این تلفات مسیر تو فضای باز میشه 4 پی دی بر روی لاندا به توان 2. خب اگه یادتون باشه گفتم توان دریافتیم فرمولش اینه بود، جی تی میشه پی تی، پی ضرب در همه گینا تقسیم بر همه لاسا، یا به دیبی که گفتم پی به اضافه همه گینا منهای همه لاسا. خب این لاس رو گذاشته تو مخرج، به خاطر همین این رو برعکس کرده، نوشته لاندا بر روی 4 پی دی، درسته؟ توانش هم دیگه مثبت کرده، یعنی داخل یه منفی 1 بهش داده. خب اگر این رو به حالت دی وی، اینو تبدیلش کنی به حالت دی وی، اینو حتما واسه جلسه آینده به صورت اثباتش رو انجام بدین، اینو تبدیلش کنید به این حالت دی وی که میشه 32.44 به اضافه 20 یا همون 45، 20 لگاریتم اف به مگاهرتز، 20 لگاریتم دی به کیلومتر. این رو بچه برای من واسه جلسه آینده حتما اثباتش کنید. فارفیلدمون هم که فارفیلد فرانهاور ریجن، فرانهاور یعنی فارفیلد، یعنی میدانهای دور، که گفتیم از چه فاصله به دست میاد؟ 2 دی 2 بر روی لاندا، که دی is the largest physical linear dimension of antenna، بزرگترین ابعاد خطی آنتنه. خب چقدر دیگه مونده؟ یس لایک تموم شد.
ما از اینجا میتونیم میدان الکتریکی رو به دست بیاریم که اندازش هست، اندازه ای دایرکشنش هم که جهت داره، میدان الکتریکی جهت داره. در چه جهاتی؟ در 3 تا جهت، میدانهای زد، جهات ایکس، وای و زد جهت داره. از اینجا میتونیم پاور دنسیتی رو از این فرمول هم حساب بکنیم. EIRP فرمولش چیه؟ PT ضرب در GT. اگه به DV گفتم میشه PT به اضافه GT. و این دیگه اثباتش رو کار نداریم، برابر میشه با ای دو بر روی اتا. به اتا میگن چی؟ Intrinsic Impedance Free Space، یعنی مقاومت ذاتی هوا، مقاومت ذاتی هوا که مقدارش هم ثابته، 377 اوهمه. مقدارش میشه 377 اوم که توان دریافتی رو با توجه به میدان الکتریکی هم از اینجا میتونی حساب کنی، میشه ای دو بر روی 120 پی ای ای، یا همون ای دو جی آر لاندا دو 480 پی. به جای ای ای مقدار گذاشت. از کجا بود مقدارش رو؟ اینه هاشش، از اینجا مقدارش رو از اینجا برداشت گذاشت اینجا. خیلی خوب بچه، واسه امروز کافیه. این دوتا رو تلاش کنید که حل کنید، خیلی آسونه. تلاش کنید که حل کنید، اگر تونستین حل کنین جا باز میکنم بارگذاری کنی. 3 تاه، 4 تاه، خوبه؟ 5 تاه، 6 تاه، به به، 8 تا تمرینه. سلامت باشین. این که دیگه کاری نداره دیگه، اینو نمیخواد حل کنید، خودم الان حلش میکنم. این گفته far field distance رو حساب کنید، دی میشه 2D2 بر روی لاندا، ماکسیموم دایمنشنش گفته 1 متره، پس میشه چی؟ 2 ضرب در 1 به توان 2 بر روی فرکانس رو گفته 900. از اینجا میتونی بگی سی بر روی لاندا، سی بر روی ببخشید اف، میشه 3 ضرب در 10 به توان 8 بر روی 900 مگاهرتز ضرب در 10 به توان 6، میشه 1/3 ضرب در 100. درسته؟ 1/3 100 که میشه 300، که میشه حدوداً 30 متر، یا همون 1/3 بذاریم. ببخشید 900 میشه 1/3، کلا میشه 1/3. چرا؟ چون دو تام صفر اینجا داریم. میشه 1/3، 2 تقسیم بر 1/3 میشه 6. پس از فاصله 6 متریش باید حساب کنیم. یکیشو براتون حل کردم. اینم کادوی من به شما. خوبه، اینم یکی شما حل کردم. دیگه چی میخوای؟ اینم من براتون الان حلش میکنم. گفته که توان دریافتی گفته if the power of receiving antenna is PR P 70 receiving antenna gain فلان and transmitting frequency in determine the electric field strength at the receiver. اینم که کاری نداره دیگه، اینم اصلا این فرم بذارین تو این فرموله، خیلی آسونه. آخه تو این فرموله بذارین راحت حساب میشه. این هاشش، توان دریافتی رو بهت داده، اینجا توان دریافتی رو بهت داده، از اینجا میخوای چیز رو به دست بیارم. سوال دو شما واسه جلسه بعد بفرستین، میذارم دیگه، میذارم تو کانال. اونایی که باید بفرستین میذارم تو کانال، میگم تو سمیات میذارم. تونتون حل کنید بچه. من میخوام اگه شد یه جلسه هم خودم این تمرین ها رو باهاتون حتما مرور بکنم، که حتما ببینم اگه ایرادی چیزی دارین انجام بدیم. نه فعلا فقط دو، هر چی تو سمیات گذاشتم حل کنیم، بذاریم ببینیم چی میشه. همش رو حل کنید دیگه بچه، این تمرین مال شماست، بالاخره باید حلش کنیم. تمرین خیلی زیاد داریم، اصلا خیلی حل کردنی زیاد داریم. اینا خوبه، الان آخر یه ذره که بریم آخرای ترم خودتون رو آماده کنید، مثلا نفری حدود 10 تا تمرین بهتون میفته باید حل کنید. سوال نداریم، بریم کارگاه. ما هفته پیش آفلاین شروع کردیم یا نکردیم؟ نکردیم.
بریم سراغ کارگاه. خب اون